برای پرداختن به جزئیات بیشتر مهران مصطفوی فیزیکدان و کارشناس برنامه هستی ایران از پاریس با ما هستند. آقای مصطفوی، در پایان آخرین دور گفتگوهای اتمی در وین برخی مذاکره کنندگان غربی عنوان میکنند که ایران باید دست از زیاده خواهی برداره و واقع بینتر باشه و در مورد محدودیت زمان هم هشدار دادند. بشنویم جمع‌بندی شما را از آخرین دور گفتگوهای اتمی در وین. خدمتتون عرض کنم که اختلافات هنوز خیلی زیاد هست بین ایران و بین 5 به علاوه 1. حدود 7 و یا 8 مورد اختلاف شدید وجود داره. به عنوان مثال در زمینه غنی‌سازی، ایران میخواد تعداد سانتریفیوژهای حداقل 10,000 تا در ایران فعالیت کنن، غرب زیر 5,000 تا رو میخواد. در مورد راکتور آب سنگین عراق اختلاف هست. در مورد حتی میزان تحقیقات، آیا ایران میتونه تحقیقات درباره سانتریفیوژهای مدل جدید داشته باشه یا نه، اختلاف هست. در مورد دوره بازدید و کنترل ایران اختلاف هست. ایران میخواد 5 سال باشه ولی غربی‌ها 12 و حتی تا 20 سال میخوان که ایران تحت کنترل باشه از توسط اونها. این است که موارد اختلاف بسیار جدی هستند. برای اینکه بفهمیم چرا این مسائل حل نمیشه، باید کادری رو که آقای خامنه‌ای برای این مذاکرات تعیین کرده رو درک بکنیم. آقای خامنه‌ای میخواد که در این مذاکرات بخشی از فعالیت‌های ایران حتی به صورت سمبولیک هم که باشه حفظ بشه، تحریم‌ها برداشته باشه و از این مذاکرات به عنوان پیروز بیاد بیرون و بگه که کشورهای خارجی به هر حال حق ما رو به رسمیت شمردن. ولی غرب نه تنها مسئله آینده داره، بلکه حتی مسئله گذشته هم داره. به عنوان مثال، یکی از اختلافهای مهم درباره فعالیت‌های ایران در زمینه تهیه بمب هستش که این فعالیت‌ها حدود 12 سال هست قطع شده، ولی مربوط به تاریخ قبل از این خود به سابق برمی‌خوره. ولی غرب میخواد که ایران پاسخ بده در مورد سوالهای مختلفی که آژانس هم اون سوالها رو با رژیم ایران مطرح کرده. آقای مصطفی، قدرت‌های غربی موضوع توان موشکی ایران رو هم در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای تعریف میکنن، ولی رهبر ایران این موضوع رو خط قرمز گفتگوهای هسته‌ای برشمرده و از سوی تیم مذاکره کننده ایران نسبت به ادامه مذاکرات تا پایان 29 تیر ماه امیدواره. آیا با ادامه مذاکرات چشم‌اندازی هم برای رسیدن به توافق نهایی و جلب نظر شورای امنیت دیده میشه یا نه؟ غربی‌ها از این نظر موشک‌ها رو در نظر می‌گیرن، برای اینکه برخی از موشک‌ها مخصوص پرتاب سلاح‌های هسته‌ای هستن. از این دریچه وارد می‌خوان بشن و درباره اون موشک‌های بالیستیک با ایران مذاکره کنن، خصوصاً که در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت سازمان ملل این مسئله هم در نظر گرفته شده. ولی فکر کنم که بیشتر این مذاکرات درباره این موشک‌ها و این مذاکرات دوگانه باشه بین ایران و آمریکا صورت می‌گیره. آقای خامنه‌ای خب البته بار اول نیستش که اینها ممکنه مخالفت بکنن، ولی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور احتمالش کم هستش که وارد این مذاکرات نشه. ولی چیزی که آقای خامنه‌ای فکر می‌کنه، می‌خواد زمان بخره. شاید تغییراتی که در عراق و در افغانستان در منطقه میشه در ماه‌های آینده بتونه کمکش کنه از موضع قوی‌تری وارد این مذاکرات بشه. به عنوان آخرین پرسش آقای مصطفی، خیلی کوتاه، همونطور که می‌دونیم آژانس انرژی اتمی قرار به زودی گزارشی رو در مورد فعالیت‌های اتمی منتشر کنه. انتشار این گزارش آیا می‌تونه تأثیر مثبتی بر روند گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 بذاره و احتمالا این گزارش چه تفاوتهایی با گزارش محرمانه اخیر سازمان ملل خواهد داشت؟ خیلی کوتاه. این گزارش جنبه‌های مثبت برای ایران خیلی خواهد داشت، به غیر از یک مورد و اون هم مورد مهمی هستش که مربوط به پارچین و فعالیت‌هایی به روی سلاح اتمی میشه که آژانس هنوز قبول نکرده پاسخ‌های ایران. ممنون از شما، مهران مصطفوی فیزیکدان و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران از پاریس.